21 تیتراش. دوستای خوبم سلام، حالتون چطوره؟ چه میکنید؟ همه چی وفق مراده؟ اوضاع رو به راهه؟ امیدوارم که امید همیشه خوشنشین قلب هاتون باشه، پس آتشکده دل هاتون همواره فروزان و فصل زندگیتون همیشه بهار. آتشکدتم خاموشم نکن، تو میکدتم بیهوشم نکن، من زمستونم بیا با بهار، حبس زندونم کلیدو بیا. آقا این کابینه شیخ فری ترجیح بند موضوعات سیاسی در هفته گذشته بود، یعنی کابینه چیده که خدا وکیلی اگه خود مقام عظما هم میخواست بچینه نمیتونست. یعنی اگه عظما میخواست کابینه بچینه، برای فریب دادن یه عده یه وزیر زنی توش میذاشت، یه چهار تا آدم این بر اون بر میذاشت که نگن خیلی ولایت چیده. اما شیخ فری ثابت کرد که از همه ولایت مدارتره. یعنی شما نگاه کنی این ترکیب امنیتی کابینه هم خیلی قابل توجه ها. هر وزیر رو میبینی یه سابقه اطلاعاتی امنیتی داره. در کل وزارت اطلاعات حکم آکادمی رو داره برای کابینه که سالها مأمور تربیت میکنه، بعد تحویل میده که وزیرش کنن. یعنی شیخ فری ثابت کرده که وقتی صحبت از ولایت فقیه و نظام میشه، نه تو کارش نیست. اگه دنیامو بخوای خوابش از هامو بخوای، آسمونمو بخوای، اگه جونمو بخوای، من به تو نمیگم نه، به تو نمیگم، من به تو نمیگم نه، به تو نمیگم، من به تو نمیگم نه، به تو نمیگم. خانوم از سفارت بالا رونده نظام معصومه ابتکار گفت که شیخ حسن روحانی تمام تلاشش رو برای انتخاب وزیر زن انجام داد. واقعا خیلی زور زد، هی به خودش فشار آورد، خلاصه هر تلاشی که تونست رو کرد، اما وزیر زن نشد که نشد. با نام و یاد خدا، با گزارش زنده مسابقات وزن برداری فوق سنگین کابینه دولت بنفش در خدمتتون هستیم. رئیس جمهور وارد جایگاه میشه و دستاشو برای تماشاچیان تکون میده، یک لبخند انتخاباتی تحویل دوربین میده و پشت وزنه قرار میگیره. برای اون یک وزنه 24 میلیون کیلویی رو در نظر گرفتن و اگه بتونه این وزنه رو بالای سرش ببره، تمام رکوردهای جهان قبل از اون سوء تفاهم بوده. تماشاچیان بنفش پوش انتظار دارن که حداقل یک وزیر زن رو بتونه وارد زمین کنه. شیخ حسن پشت وزنه قرار میگیره، میله رو با دو دستش میگیره، تماشاچیان به شدت تشویقش میکنن، شعار بلندش کن بلندش کن در سالن مسابقات تنین انداز شده. شیخ حسن زور اولو میزنه، وزنه هیچ تکونی نمیخوره، برای بار دوم امتحان میکنه، زور میزنه، سعی میکنه وزنه رو از زمین جدا کنه، نمیشه، فشار فشار، زور زور، وای پاره شد. در زعبای شیخ حسن هم مثل مقام عظما جر خورد، اما وزنه هیچ تکونی نخورد. تماشاچیان ناراحت و بی‌صدا نشستن سر جاشون، سکوت تمام سالن رو فرا گرفته. از وزیر زن هم خبری در کابینه نخواهد بود، اما شیخ حسن لبخند میزنه و شاید که از اول هم نمیخواست این وزنه رو بالای سر ببره. آخه مگه کی هستی؟ چرا فکر میکنی که زرنگی؟ چشاتو با کنه ببین با کی داری میجنگی؟ این در اون در میزنی، آخه که چیشه؟ دادی باز این دلا رو، اینجوری که نمیشه، آخه اینجوری که نمیشه. رئیس سازمان ثبت احوال فرمایش فرمودند که داریم تلاش میکنیم واژه طلاق رو از شناسنامه بانوان مطلقه حذف کنیم. آها، واقعا سور زدی به ما. اینم روش خوبیه برای مقابله با مشکلات مملکت ها. بقیه مسئولین هم میتونن وارد شن. مثلا سازمان بهزیستی میتونه تلاش کنه واژه خط فقر رو از تو جیب مردم حذف کنه. یعنی دیگه کسی از کلمه خط فقر استفاده نکنه تا بالاخره فقر خودش روش کم بشه، ریشه کم بشه، بره پیکارش. یا خیلی خوبه که وزیر کار و تعاون بیاد تلاش کنه واژه بیکاری رو حذف کنه. یعنی دیگه به کسی که کار نداره نگیم بیکار. یه چند سبایی از این کلمه بیکاری استفاده نکنیم تا بالاخره ریشه بیکاری هم خوش بشه. بیت رهبری هم که چند وقت پیش گفت جوانان ما دیکتاتور به خودشون ندیدن، فلذا تلاش بشه که واژه دیکتاتور هم حذف بشه.
حل دیگه آقا، با همین روش حذف واژگان دور همدیگه مشکلات مملکت رو حل کردیم. رفع کار شما و مسئولین از شما دعوت میکنیم که به زندگی بدون مشکلات خودتون ادامه بدین و حالشو ببرین. ایران نگو، سواحل قناری. در راستای حقوق شهروندی که شیخ فری قولش رو دم انتخابات داده بود، هفته گذشته در اصفهان 64 تا دختر و پسر رو در حین رقص و پایکوبی توسط سربازان گمنام طی عملیات پیچیده دستگیر کردن و کتبسته داخل ون کردنشون و به برج بلند دموکراسی منتقلشون کردن. البته شاهدین عینی گفتن که لامصب عملیات خیلی پیچیده بوده، طوری که نزدیک بود سپاه هم اونجا چند تا کشته و مفقود الاثر هم بده، مخصوصا اون قسمتش که قواسان غیور بسیج زیر آب در جستجوی تروریست های مخفی شده داخل استخر بودن. اینقدر خطرناک بود که اگه عملیات 2 دقیقه، فقط 2 دقیقه دیگه بیشتر طول میکشید، مطمئنا نصف سربازان گمنام تو آب استخر غرق میشدند. آقا واقعا جا داره که همینجا از طرف خودمون و مردم اصفهان از سربازان گمنام تشکر ویژه کنیم که این باند 64 نفره رو متلاشی کردن. آقا ما واقعا سالها بود که با وجود این چنین بزهکارانی احساس امنیت نمی کردیم. کلن از خواب و خوراک افتاده بودیم. شبا خوابمون نمی برد از ترس این خلافکارای جانی استخری. اصلا جرئت نمی کردیم بریم تو خیابون قدم بزنیم که مبادا یهو یکی از اینا جلومون سبز بشه و به زور مجبورمون کنن رقص و پایکوبی کنیم. ما واقعا از سربازان گمنام خیلی متشکریم که وقتشون رو با قاتل‌ها و کودک رباها و اختلاسچی‌ها و اسید پاشا و این مزخرفات تلف نمی‌کنن، به جاش خالصانه با برهم زنندگان امنیت غیر تو کمر برخورد می‌کنن. خلاصه دستون درد نکنه. فقط اخری یه سوال، الان مزنه اسید چنده؟ آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. نخبه کشی تو این مملکت داره بیداد میکنه. خسته شدیم از بس اینقدر نخبگی کردیم و نخبگی ما رو تحمیل نگرفتن. والا چند ماه پیش از کانون پرورش فکری با ما تماس گرفتن، گفتن که قرار مرداد ماه سومین جشنواره ملی اسباب بازی برگزار بشه و درخواست کردن که اسباب بازی‌های پیشنهادیمون رو ارسال کنیم. ما هم تو رادیو پک کلی اسباب بازی ملی پیشنهاد دادیم، اما یکی پس از دیگری رد شد. مثلا ما یه عمامه پلاستیکی درست کرده بودیم که توش سکه مینداختی روزه میخوند، بعد دور خودش میچرخید، اگه دو تا سکه مینداختی مدعی هم میشد، غیرم میداد. ولی خب نمیدونم چرا مسئولین جشنواره تاییدش نکردن. یا مثلا یه برج بلند دموکراسی پلاستیکی درست کرده بودیم، آدم پلاستیکی میذاشتی توش، میبرد بالا 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 بالا، از اون بالای برج پرتش میکرد پایین، ولی خب اینم تاییدش نکردن. بعدن دیدیم که گویا اینا کلا با اسباب بازی پلاستیکی مشکل دارن، واسه همین گفتیم پس اسباب بازی کاغذی به صورت ملی درست کنیم. یه دست ورق ساختیم از 1 تا 10، بعد به جای سرباز بسیجی گذاشتیم، به جای بی حسن روحانی گذاشتیم، به جای شاه هم مقام عظمای رهبری رو گذاشتیم. خلاصه کلی زحمت کشیدیم پاسور ولایت مدار ساختیم، اما بازم اینم تاییدش نکردن. خلاصه این ما نخبگی به خرج دادیم، هی اینا رد کردن، هی اسباب بازی ملی ولایی ساختیم فرستادیم، هی اینا تایید نکردن. حالا همینا رو اگه برای جشنواره بین المللی میفرستادیم ما کلی جایزه میگرفتیم، اما داخل کشور مردیم از این نخبه کشی. من اسباب بازی میفروشم آقایون، میگردم و خانه بدوشم آقایون، از صبح تا شب داد میزنم آی باد بادک، آی میخک و وق وق صاحب و برقارک، من یار با وفایی جز باد بادک ندارم، دل دار خوش صدایی جز برقارک ندارم. آقا جاسوس بازاری شده ها، یعنی هیچ روزی نیست که ما با خبرهایی از جاسوس پروری و جاسوس سازی مواجه نشیم. یه روز جاسوسای نظام رو تو کویت و پاکستان و افغانستان و ارمنستان میگیرن، بعد هفته پیش هم خبر اومد که 4-5 تا مداح رو به اتهام همکاری با موساد دستگیر کردن.
این هفته هم گفتن که 4-5 تا افسر جنگ نرم رو به جرم همکاری با موساد حذف کردن. هفته دیگه هم لابد 4-5 تا طلبه رو به جرم ارتباط با موساد میگیرن، بعدش هم 4-5 تا فرمانده سپاه و بعدم همینطوری علا برکت الله. زمونه بعدی شده ها، آدم به فک و فامیل خودش هم شک میکنه. مثلا همین عمه مامانم اقدس خانوم خیلی تو فاز فضولی و اطلاعات جمع کردنه. یعنی هر بار که میاد خونه ما، اول میاد سراغ تک تک اعضای خانواده و کلی سوال میپرسه و تخلیه اطلاعاتیمون میکنه، بعد همه جا رو حسابی وارسی میکنه. چند روز پیش اومدم خونه، دیدم کلی مهمون داریم. همین اقدس خانم هست. همین اقدس خانم هم یه برگه گرفته دستشو داره برند برند برای مهمونا میخونه. بقیه هم از خنده روده بر شده بودن. یکم رفتم جلوتر ببینم چی داره میخونه. دیدم سناریوی رادیو پیک هفته بعدو داره میخونه. آقا درز اطلاعات و جاسوسی اصلا امنیت نداریم ما. من از برادرای جاسوس بگیر تمنا میکنم این عمه اقدس ما هست، ایشون هم جزء جواسیس تحت تعقیب قرار بدن تا بقیه اطلاعات ما و رادیو پیک رو لو نده. خیلی ممنون. خبر داغ داغ این روزها که لابد به گوش همه شما رسیده، محرومیت دوتا از فوتبالیستای تیم ملی مسعود شجاعی و احسان حاجی صفیه، اونم به خاطر حضور در بازی با یک تیم اسرائیلی. از اونجایی که در عرصه سیاست آخونده و آقازاده همه مشکلات مملکت رو حل کردن و دیگه هیچ مشکل سیاسی اجتماعی دیگه نمونده که بهش رسیدگی کنن و کلن همه چی رو به راه و سرشون خلوت شده، الان گیر دادن به ورزش و فوتبال و فوتبالیست. یعنی امام خوبی ها تو قضیه مکفارلن رفت از اسرائیل موشک تاو گرفت، اون هیچ اشکالی نداشت، اما دوتا فوتبالیست رفتن با تیم اسرائیل بازی کردن، نظامو به خطر انداختن. آخوندن دیگه، تو هر سوراخی سرک میکشن. میگن بد نیست این فوتبالیست ها بیان یه انگشتی بکنن تو چشم این سیاست. یکی بره خبرگان رو دریبل کنه، یکی یه سانتر ضد ولایی بکشه، یکی هم به مقام عظما لایی بزنه، دل ما هم خنک بشه. ای خدا، کجای سوباسا که یادت بخیر. امروز یه مصاحبه دیدم از ماشین آدمکشی آخوندی خلخالی که تعریف میکرد یه روز برادرای سپاه یه نفر رو آوردن گفتن ضد انقلابه، ما هم در جا اعدامش کردیم. بعدها فهمیدیم که برادر دوقلوش بوده و اشتباهی اعدام کردیم و البته مهمم نبودا. آقا این سناریوی ما نبودا، لطیفه و طنزم نبودا، واقعیت بود، خیلی هم واقعی. اعدام و آدمکشی در همین حد راحت و ساده. حالا سالهاست طرف گور به گور شده، اما اگه الان زنده بود احتمالاً خاطرات بیشتری هم برای ما تعریف میکرد. مثلا یه روز یکی رو آوردن اعدام کردم، بعد فهمیدم پسرعموی طرف ضد انقلاب بوده، البته مهمم نبودا. یکی دیگر هم اعدام کردم، بعد فهمیدم اشتباهی پسر شوهرخاله عموشو اعدام کردم، البته مهمم نبودا. یه روزم یه جوونی رو اعدام کردم، بعدها فهمیدم کلن نسبتی با اون خانواده ضد انقلاب نداشته و اشتباهی اعدام کردم، البته مهمم نبودا. بله، اصلا مهم نبود. مهم اینه که الان بعد این همه اعدام مطمئنم که از هر خانواده حداقل یه نفر رو اعدام کردم و هیچ فک و فامیلی از داشتن نعمت یه اعدامی محروم نیست. و اکنون که من خلخالی خیالم راحت شد، با روحی آسوده و قلبی آرام به سوی امام بنیانگذارم میشتافم. شما بمونید و جانشین‌های الکی اعدام کنه من. راستی ببخشید، شما نسبتتون با فرد اعدام شده چی بود؟ فنگ زاب روی دار کارد میشوم، با بلوچ و لور شکنج خورد میشوم، ترک ترک تارک از زبان مادری، یک ارومی نمک به زخم آذری، خون و رگ زیر پوست سفید تو، گور جد وعده ها و عید تو. هفته پیش علیرضا تاجیکی، نوجوانی که در زمان جرم انتصابی تنها 15 سال داشته، به دست همین جانشینان خلخالی و خلخالی ها اعدام شد. خبری دردناک که سالهاست در میهن ما ادامه داره و تمام لحظه های ما رو با تناب دار و چارپایه و جرسقال و حکم اعدام پر کرده.
از آسمان چه مانده جز پهنه‌ای بی انتها که بیگناهان در واپسین نفس‌های خیش سر به سوی آن بگیرند و ناکامی‌های خیش بر زمین را بنالند. و راستی اگر نبود حس عصیان و اعتراض تا بر این همه نامردمی بشوریم و به ستیز با مرگ برخیزیم، از انسانیت چه میماند جز خاطره‌ای لگد کوب شده در سکوتستان بیداد؟ اینک این ماییم و تلاشی هدفدار برای تخته کردن دکان آنهایی که مرگ کسب و کارشان است. لا 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 گل نازم چرا حالت پریشونه؟ به جرم حرف آزادی بابات در کنج زندونه، بازم چشمات که گریونه مثل رگبار بارونه، یه عمر خنده و شادی از این خونه گریزونه، صدای ناله بارون میون آه و فریادی، دروغ و وعده و ذلت بهای تلخ آزادی.